همتون یادتونه دیگه، شبیه ساز توپ جنگیمون در مقیاس خیلی کوچیکتر که دقیقاً با همون مکانیزم کار میکنه و این گلولشه. باید 3 2 1 برو 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 برو. واو این توپه خیلی باله. اولی که آدم میگه توپ فکر میکنه یه توپ بزرگ و یه همچین چیزیه، ولی خب دستاز خود بچه هاست که خیلی اتفاقا چند تا شیشه هم شیکون اون موقعی که داشتن تستشو میگرفتن یه دونه شیشه رو منفجر کرد. حاجی وایسا 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 ببین 1 پشمو میکنه رد شده؟ رد نشده. کمر آدمه که اون شکسته. اینو میبینی؟ پشو گلوله اینجاست. خیلی واقعا ویدیوشون خفن بود، ولی یکم چون تایمش طولانی بود میخواستم بهتون بهترین جواب بهترین تیکاهاشو نشون بدم. جیرقه ضد گلوله رو یه توپ دستی سوراخ کرد و قطعا اینطوری که جیرقه ضد گلوله اصلی نیست، ولی خب بازم تونستش بافتش رو از بین ببره، بافت سطحیش رو، و بره داخل جیرقه ضد گلوله. گلوله تو گیری بزن درش بیاد خمسا. بابا باری کلا نگاه کن. نه گلوله همینجوری نگاه کن سیاه شده. ببین یه سوراخ عمیق درست کرده، وارد بافت جیرقه شده و گلوله این تو مونده. اینی که دیدیم آخری سکانس از ویدیوشون بود و قبل از اونم با چند تا اسلحه دیگه هم تستش کردن، ولی خب اسلحه‌های شکاری نبوده. قوی ترین و مخرب ترین همین توپ جنگی بود که برای اول ویدیو براتون آماده کردم، و این دو تا صحنه دو تا سکانس بعدی که قرار ببینیم با اسلحه‌های ساچمه‌ایه. ببینم که رد نشده. پشوا حاجی واقعا جریقه ضد گلوله است. این خیلی تفنگ خفنیه. یادتونه که از کلاه گرون موتور سواریمون رد شد زد کله حسامو عدس کرد. این گلوله پی سی پی مون تو حالت عادیه و این طرف یه گلوله ای که خورده به جریقه ضد گلوله و انگار که خورده به یه دیوار بتونی. داخل ویدیوهایی که تیرای ساچمه رو روی کلاه موتور سواری تست کردن قشنگ بافتش رو سوراخ کرد، بافت کلاه هک رو سوراخ کرد و داخل رفت و خب ساچمه له شده بود تقریبا، ولی خب به این حجم له نشده بود. یعنی قشنگ معلومه اینجا وایستاده تیر اینجوری خورده اینجوری رفته داخل و همونجا نگهش داشته تیرو. دو تا تست دیگه هم داشتن، یه دونه تیرکمون بود، یکی دیگه هم از این تیرکمونا که میذارن اینجوری میکشن بعد شلیک میکنن. با جفتشون شلیک کردن به سمت آدمک ولی هیچ اتفاق نیفتاد، تیر اینجوری خورد به آدمک و اینجوری رفت اینور رفت اینور. و از همه بالترشون این توپه بود که براتون آماده کردم ببینید، و یکی دیگه هم که تفنگی حرفه‌ای که چند وقت پیش خریده بودنش توی ویدیوهای قبلی و نگهش داشته بودن و توی این ویدیو هم دوباره ازش رونمایی کردن. خیلی واقعا بچه‌ها و تیمشون زحمت می‌کشن. درست کردن یه همچین محتوای توی یوتیوب فارسی خیلی کمه، و اگه بخوام نظر کلی بدم باید بگم خیلی مرمر زدن. حاجی رفتن تهران یه دونه جیرقه ضد گلوله برمی‌زد از کجا گیر آوردن؟ ولی خب جیرقه ضد گلوله حقیقی و جنگی نیست، یه جای نمادینه دیگه، مثلا برای توپ پینت بال یا برای همین ساچمه اونجور چیزاست. خب باز خیلی زحمت کشیدن دم بچه‌ها و دم تیمشون گرم. آخر ویدیو برگشت گفتش که اگر دوست دارید کالبد شکافیش کنیم بریم تو ببینیم توش چیه، حتما تو کامنت‌ها بهم بگید یه شورت اختصاصی در مورد توی این میسازم. من درخواستی دارم که لطفاً این کار رو بکن، ولی نه برای یه دونه ویدیوی شورت، یه دونه ویدیوی مثلا 3-4 دقیقه‌ای سعی کن ازش بگیری و اون رو منتشرش کنی، چون خیلی چیز خفنیه واقعا. من خیلی دوست دارم بافت داخلی جیرقه‌های ضد گلوله رو ببینم. حالا بافت داخلی جیرقه‌های ضد ساچمه تا بعضی وقتا که ویدیوهای میلاد رو دارم نگاه میکنم به این فکر میکنم این همسایه‌هاش بنده خدا چی میکشن از دست میلاد. چقدر داره همسایه‌هاش رو اذیت میکنه، صدای تیر و تفنگ و انفجار رو، یا مثلا پنجره رو طرف میزنه اونجا میبینه که اسلایم اینقدری میلاد درست کرده داره همینجوری میره به سمت آسمون. امیدوارم توی کامنت‌ها ببینمتون. همتون رو به خدای ایران میسپارم. پاینده ایران.